توجه کنید به خبری که همین اکنون به دسترس ما قرار گرفت. در بین 5 کشته شده در کشور ترکیه نجیب بروز شامل می باشد. سلام درود بینندگان عزیز را که هم اکنون کانال خبری ما را دنبال می نمایند. مشروع خبرها مختار وفایی در صفحه رسمی فیسبوک خود می نویسد. رسانه های ترکیه روز 5 شنبه 19 عقرب گزارش دادند که اجساد 5 شهروند افغانستان که با چاقو به قتل رسیدند در خانه در منطقه آلتینا داغ شهر آنکارا پایتخت ترکیه پیدا شده است. اسدالله رحیمی یکی از قربانیان این حادثه است که از 7 سال پیش در ترکیه زندگی میکرد. اسدالله رحیمی ساکن استان تخار در شمال افغانستان بود و با کار در ترکیه خانوادهش را حمایت میکرد. علی حکمت از فعالان امور مهاجران در ترکیه به انتبندت فارسی گفت که قاتلان اشیای با ارزش و پولهای 5 قربانی را پس از قتل با خود برده و احتمال داره انگیزه یک قتل سرقت باشد. همچنان این در حالی است که روزنامه 8 صبح کابل می نویسد. مقامهای پلیس انقره گفتند که 5 شهروند افغانستان را در یک خانه در یک محله شرقی این شهر پیدا کردند که با ضربات و چاقو به قتل رسیدند. خبرگزاری دولتی ترکیه روز 5 شنبه 19 عقرب و نقل از مقامهای پلیس آن کشور گزارش داده است که پلیس زمانی در جستجوی این 5 تن برآمد که خانواده های آنها با پلیس تماس گرفته و از ناپدید شدن بستگانشان اطلاع دادند. مقامهای پلیس ترکیه بدون ارائه جزئیات در مورد هویت این 5 تن و نیز زمان دقیق کشته شدن آنان گفتند که اجساد برای کالبد شکافی به طب عدلی انتقال یافته و تحقیقات در پیوند به این رویداد جریان دارد. همچنان این در حالی است که رسانه های اجتماعی در صفحه رسمی فیسبوک خود می نویسد خبر فوری: نجیب بروز چهره مشهور شبکه های اجتماعی از ولایت کاپیسا و اسدالله رحیمی از ولایت تخار با 3 تن دیگر از دوستانشان در کشور ترکیه با گونه مرموز به قتل رسیدند. در همین باره درویش افغان می نویسد 5 شهروند افغانستان در ترکیه با ضربات چاقو کشته شدند. رسانه های ترکی می گویند که پلیس انقره اجساد 5 شهروند افغانستان را در یک خانه در یک محله شرقی این شهر پیدا کرده که با ضربات چاقو به قتل رسیدند. خبرگزاری دولتی ترکیه روز 5 شنبه 19 عقرب و نقل از مقام های پلیس آن کشور گزارش داده است که پلیس زمانی در جستجوی این 5 تن برآمده که خانواده های آنها با پلیس تماس گرفته و از ناپدید شدن بستگانشان اطلاع دادند. طبق گزارش پلیس ترکیه بدون ارائه جزئیات در مورد هویت این 5 تن و نیز زمان دقیق کشته شدن آنان گفتند که اجساد برای کالبد شکافی به طب عدلی انتقال یافته و تحقیقات در پیوند و این رویداد جریان دارد. از توجهتان جهان سپاس. تا درود دیگر، بدرود. منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما خواهیم بود. برای حمایت بیشتر لایک، سابسکرایب و کامنت نموده تا از جدیدترین و بروزترین ویدیوهای ما با خبر شوید. اوقات خوش داشته باشین.